محسن عراکی از اعضای تشکل حکومتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اظهار نظری گفته است که کار اصلی حوزه علمیه دخالت در سیاست است. این اظهارات واکنش های گسترده ای را در فضای مجازی در پی داشت. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. چهل و هفت سال پس از استقرار نظام ولایت فقیه که خود را برآمده از حوزه های علمیه شیعه معرفی می کردند، همچنان دغدغه حاکمان نظام ایران ورود حوزه های علمیه و مراجع تقلید به سیاست است. این در حالی است که مراجع تقلید مستقل شیعه در طول این سالها از حصر و فشار و تضییق حکومت در امان نبودند و نه تنها در این دوره که در طول تاریخ حوزه علمیه خود را وامدار هیچ حکومتی نساختند. به تازگی اما محسن عراکی از اعضای تشکل حکومتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که پیش از این در اظهاراتی خواستار تسریع و افزایش صدور احکام اعدام معترضان شده بود، گفته است که کار اصلی حوزه علمیه دخالت در سیاست است. خبرگزاری رسا گزارش داد که ایشان گفته است کسی که ادعای فقاهت دارد و میگوید که حوزه نباید در سیاست دخالت کند، آیا نمیفهمد که حوزه علمیه کار اصلیش دخالت در سیاست است؟ اگر کسی بگوید که حوزه از سیاست جداست، میداند که دروغ میگوید و معذالک چیزی را که درست نیست برای مردم بیان میکند. این اظهارات محسن عراکی با واکنش‌های گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از کاربران ویدیویی از بیانات آیت الله العظما وحید خراسانی در این زمینه را بازنشر کردند که ایشان تأکید می‌فرمایند حوزه متعلق به خداست و نه زید و عمرو، و در حوزه باید فقط از خدا و ولی امر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف گفته شود. من و تو که هستیم، اینها همه باید قلم بطلان برش کشیده بشه. حوزه فقط دو کلمه، خدا ولی است صاحب امر. این حوزه باید مستقل از کل شخص، از کل شخصیت، از تمام سیاست، از تمام مقامات برکنار، فقط فانی در خدا و امام زمان. محسن عراکی که سالها نماینده رهبر ایران در انگلستان بود، در اعتراضات اخیر نیز گفته بود کسانی که در جمعی شرکت می کنند که یک نفر از آن جمع اقدام به کشتن یا سوزاندن یا هتک حرمت مسلمانی می کند، همه آن جمع محارب حساب می شوند. نه تنها کسی که مستقیما اقدام به قتل یا اقدام به آتش سوزی یا اقدام به ایجاد رعب کرده است، بلکه همه آن جمع به عنوان مفسد فل ارض و محارب به شمار می آیند و حکومت اسلامی می تواند همه افراد آن جمع را به جرم محاربه و به جرم افساد فل ارض محاکمه کند. چند ماه پیش نیز حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان در اظهاراتی کار فعلی حوزه های علمیه در ایران را تربیت نوکر برای دولت دانستند و ضمن انتقاد به مدیران حوزه علمیه قم نسبت به وضع کنونی و آینده حوزه های علمیه اظهار نگرانی کردند. ما اون چه در این حوزه داریم مصرف میکنیم، درصد بالایش نوکر برای دولت داریم میسازیم. پس دولت امام زمان چی شد؟ پس محراب و منبر چی شد؟ آینده مسند با عظمت مرجعیت که بالاترین امتیاز شیعه است، اون چی شد؟
حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی نیز همواره بر استقلال حوزه‌های علمیه شیعه در تمامی کشورهای اسلامی از نظام‌های سیاسی حاکم و عدم جواز دخالت نظام‌های سیاسی در امور حوزه‌های علمیه و مراجع عظام و روحانیون و علما تأکید فرمودند. سعید بهاری، اخبار شیعه. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای شجاعی سلام علیکم، وقت شما بخیر. شما همه دستندرکاران و بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض ادب آقای شجاعی. آقای شجاعی، چرا نظام ایران همچنان به دنبال ترغیب و تشویق طلاب و روحانیون برای ورود به سیاست است؟ آیا تلاش های 40 ساله به نتیجه نرسیده است؟ بفرمایید. من با یک مقدمه آغاز میکنم. ببینید، شیعه از زمان شکلگیری به صورت یک جریان و ظهور و بروزش در دوره خلفا، همواره مبانی سیاسی و اجتماعی خودش رو مقدم بر عمل و کنش سیاسی حاکمان مطرح میکرده، در حالی که در اهل سنت این به عکسه و به سبب دخیل بودن علما در حکومت خلفا با عناوینی مثل قاضی، قاضی القضات، شیخ الاسلام، مفتی و هر چیز دیگه، اینها در کنار حضور سخت افزاریشون در داخل بدنه حکومت، یک حضور نرم افزاری در مجالس و محافل و دربارها و مدارس داشتند که در اون به توجیهگر عمل و کنش سیاسی خلفا و صاحب منصبان تنزل یافته بودند. مثلا نظریات حل و عقد، استخلاف، شورا و استیلا هر کدوم مؤخر از کنش سیاسی و برای توجیه و مشروعیت بخشی به اون و انواع انتقال قدرت در میان صحابه پیامبر تبدیل شدن و صورت بندی شدن. اما در تاریخ تفکر شیعی همواره نظریات سیاسی مقدم بر کنش های سیاسی بوده و البته شیعه خب قوه قاهره هم نداشته، ولی دخالت های علمای شیعه حداقل بگیریم از زمان قیام تنباکو تا ثورت العشرین تا مشروعیت تا نهضت ملی شدن صنعت نفت، به عنوان مثال، همه بر اساس یک قاعده فقهی پیشینی، یعنی قاعده نفی سبیل بوده به عنوان مثال. و خطاب روحانیت به دولت‌ها و ملت‌ها همواره تبیین مخالفت کنش‌ها و گفتارهای سیاسی با اصول اسلامی بوده. اما با رخ دادن انقلاب 57، این امر، یعنی تقدم تفکر سیاسی شیعه و استقلال روحانیت شیعه، تا حدی فرو ریخت و روحانیونی حضور سخت افزاری و اجرایی در بدن حکومت پیدا کردند و روحانیونی با حضور و ظهور نرم افزاری در درون حوزه‌ها کنش های سیاسی حاکمیت رو توجیه کردند و نظریاتی رو صورت بندی کردند تا به اونها مشروعیت ببخشند. بنابراین روحانیت پیرو آیت الله خمینی پشتوانه حکومت جمهوری اسلامی رو تشکیل داد و طبیعیه که بحران مشروعیت و مقبولیت حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت که متکی به پشتوانه حوزه و روحانیت سیاسی انقلابی بوده، این بحران مشروعیتش تسری پیدا کرد به خود حوزه و روحانیت. و از اونجایی که با حضور رسانه‌های جدید و فضای مجازی و گسترش اخبار و اطلاع رسانی، حالا صدای روحانیت سنتی و کلاسیک و صدای علمی طیف‌های مکتب نجف و کربلا هم شنیده میشه، حکومت جمهوری اسلامی بیش از همیشه نیازمند کسب آبرو و خرید شرف و تأمین مشروعیت خودش از داخل حوزه هاست و از سوی روحانیان. و در موازات مراجع مستقل و سنتی، تمام تلاش حکومت بر مرجع تراشی حکومتی بوده در سه دهه اخیر و با صدها مؤسسه و پژوهشکده، نهادهای حوزوی دانشگاهی، صدها همایش بود جای کلان دولتی، حکومت تلاش کرده از حوزه علمی خوراکی مناسب هم برای مردم هنوز متشرع یا مؤمن و هم برای طلاب تازه وارد و فضلای جدید تأمین بکنه. یعنی هم خواهان نظریات پشتیبان حکومت و هم به دنبال افراد پشتیبانی که حاضر در حکومت باشند. و از سوی سعی میکنه صداهای معترض، منتقد و برانداز در حوزه رو خاموش کنه و از سوی با تشویق طیف‌های دارای گرایش به نظام به دخالت در سیاست، البته این دخالت فقط به معنای موافقت و حمایت هست، و از سوی دیگر عکس این قصه که سعی میکنه قشرهای سنتی و طیف مخالف رو با تقبیح سیاست به حجره ها و گفتمان های گعده ها برگردونه، که اینجا البته مورد دخالت مخالفت میشه.
که حکومت نمیپسند انصدام خلفای. این دلیل اصلیه که در این چار دهه حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی کرده که طلبه ها و روحانیون و مراجع رو پاشون رو به صحنه سیاست بکشونه، البته به معنای مؤخر و به معنای توجیه کننده کنش های سیاسی حکومت. آقای شجاعی، منظور مشخص تر از دخالت در سیاست در اظهارات این عضو جامعه مدرسین چیه؟ آیا دخالت به معنی صرفا حمایت و فرمانبرداری است یا دخالت میتونه موضع انتقادی هم داشته باشه؟ بفرمایید. موضع انتقادی نمیتونه داشته باشه، چون ما میبینیم که از اول انقلاب مراجعی که موضع انتقادی داشتن مثل ستحسن طباطبایی قومی، عرض کنم که آقای شریعت مداری، حتی آشفاءالدین محلاتی، آقای آل شبیر خاقانی، آقای سید محمد شیرازی، آقای سید صادق روحانی، آقای رستگارجوری، خیلی ها، آقای سید تقی طباطبایی قومی، اینها همه سرکوب شدن دقیقاً چون دخالتشون در سیاست یک صدای مخالف و انتقادی بود. و عرض کنم حضورتون که ببینید مثلا آیت الله شریعت مداری یکی از مبانیش این بود، آقا شما آمدید یک چیزی تشکیل دادید به نام جمهوری اسلامی و یک حزب به نام حزب جمهوری اسلامی. خب آیندگان که تاریخ رو خواهند نوشت نمیگن آقای خمینی و آقای نمیدونم کیکی و کیکی این کارا رو کردن، میگن اسلام این کارها رو کرد. خب و چون تفسیر قرائت، یعنی قرائت رسمی جمهوری اسلامی از اسلام و تشیع به نحویه که پشتیبان خود این جمهوری اسلامی هست، طبیعتاً قرائت‌های دیگر رو، تفسیرهای دیگر رو، تقریرهای دیگر رو از اسلام نمی‌پذیرد. تشکر می‌کنم از شما آقای شجاعی.